aşk laftan anlamaz. Bir yayını بخور. نمیدونم چرا اینقدر بزرگش میکنی. ببین هنوزم داره میگه چی رو اینقدر بزرگش کردین. آره از همون هفته اول دیر بیای خونه، لباسای گرون گرون بپوشی واسه خودت، پای تلفن به مامانت بگی امینه خانم جونم خوب. معلومه آدم فکرهای بد به ذهنش میرسه، مگه نه خاله امینه؟ لطفا میشه تو بیازدقشو بیشتر نکنی ایپک جونم؟ حالا وقت شوخیه؟ ببین خود حیات داره خیلی قشنگ همه چیو توضیح میده. دخترم چرا نذاشتی مامانت بیاد محل کارتو ببینه ها؟ خاله فهیمه آخه از روز اول مگه میشه مثل بچه دبستانی و دستمو بگیره بیاد؟ بعدش هم من نگفتم نیا، گفتم امروز نمیشه یه روز دیگه بیاد. بابات همینو گفت، گفت امروز نه ولی بالاخره گنده این کار در میاد. راست میگفت به خودم، گفت به من گفت، گفت وقتی دانشگاه استانبول قبول شدی گفت، گفت اجازه ندیم بره به هوای درس خوندن میره استانبول دیگه بر نمیگرده. اما من گوش نکردم. خب گوش نکردی چی شد مامان؟ یه جوری میگی انگار نرفتم سر کار و کارهای خلاف دارم انجام میدم. اگه با این طرز فکر ادامه بدی خلافم میکنی. وای خدای من، باز داره حالم خراب میشه فهیمه. مامان جونم ببین من کار خلافی نکردم، سعی میکنم چیزی که برام خوبه رو انجام بدم. تو از کجا میدونی چی خوبه چی بد ها؟ خب شما از کجا میدونی چی برام خوبه ها؟ زمونه عوض شده، من به عنوان یه زن از زندگی چیزای بیشتری از ازدواج و بچه دار شدن میخوام. یه بارم به جای اینکه از دستم عصبانی بشی سعی کن درکم کنی. یه بارم از من بپرسیم که چی میخوام. وقتی با اینجوری رفتار میشه چطوری زندگی کنم؟ این دختره چی گفت؟ خب این وقت شب تو رو ناراحت کردم، ببخشید، اما حالم بهتر، خوبم. قهوه درست کردم، میخوای بخور، حالتو بهتر میکنه. هیچی نمیتونه حال منو بهتر کنه، خجالت میکشم. باش خودتو اذیت نکن، مشکلی نیست. مشکل اون نیست. خب حرفای دروکم نشنیده بگیر، دروک دیگه. زندگی میخواد همینطوری با جنگ و دعوا بگذره؟ فقط مال تو اینطوری نیست که، زندگی برای همه یه سختیایی داره. بعدش هم سعی کن به نیمه پر لیوان نگاه کنی. نیمه پر؟ مثلا ممکن بود سونا قبول نکنه که به تو کمک کنه، ولی اون فقط واسه چند روزه عزیز دلم. ممکن بود یه وقت تو نقشت سوتی بدی. این دلیل نمیشه که دیگه سوتی نده. رابطت با رئیستم که داره خوب میشه. بمیری بهتر از اینه. هیچی درست نشده. طرف انگار بو برده و داره منو امتحان میکنه. منظورت چیه؟ به من گفت اتاق آرشیو مرتب کن تا
تا سونا رو دید ازم آنالیز اسفوتو پرسید. وقتی میتونست با زبان انگلیسی تو جلسه صحبت کنه ازم خواست عربی ترجمه کنم. تو را هم که داشته میومدیم راجع به تحصیلاتم ازم سوال کرد. خب اگه چیزی فهمیده باشه چرا باید قایم کنه؟ مستقیم ازت میپرسه. نمیپرسه که نمیپرسه، دقت میده. حتی اگه مطمئنم باشه بازم اذیت میکنه. آره خب رئیسه دیگه، ربطی به رئیس بودن نداره. طرف خیلی عجیبه، نمیشه فهمید چی تو سرشه یا چه احساسی داره. عکسای دیروز رسیدن قربان، همه منتظرن که شما برای کاتالوگ انتخاب کنی. بذارشون اینجا چلی. عزیزم دارم میگم نپیچوندمت. بعدشم من نگفتم همه امروز بریم بیرون، گفتم یه روزی میریم بیرون. الان داری منو تهدید میکنی. بابا چرا نمیفهمی؟ من میگم امشب یه برنامه دیگه دارم. ببین یه لحظه الان گوشیو میدم به کسی که امشب باش قرار دارم، خودش به توضیح میده. حرف بزن. چی باید بگم؟ حرف بزن. همچین چیزی مگه میشه؟ حرف بزن، بهم گیر داده ولم نمیکنه. یه چیزی بهش بگو. الو من کیم؟ دوست دختر منی. دوست دختر آقا دروک هستم. آقا نه، آقا نمیخوام. دوست دختر دروکم. بگو با هم صمیمی هستیم. ما خیلی صمیمی هستیم. ببین خانم محترم، اونطور که فکر میکنیم نیست. اجازه بدین توضیح بدم بهتون. آقا دروک یعنی دروک امشب یه برنامه دیگه داره. اما شما هم نمیذارین که آدم حرف بزنه. آره واقعا نمیذاره. دیگه زیادی پررو شدی. یا پسره میگه نمیتونه بیاد، تو چرا انقدر پاپیچه شدی؟ وای من که نمیفهمم، چقدر تو پررویی آخه. خجالت بکش، تو مثلا دختر یکم سرسنگین باش. بگو نامزدی. یعنی چی؟ شرایط ما فرق میکنه. ما نامزدی. بگو ما نامزدی. ما نامزدی. آه ما نامزدی. به زودی قرار ازدواج کنیم، دست از سر نامزد من بردار. چی شد؟ چی گفت؟ فوش داد و قطع کرد. خیلی عالی بود، زندگیمون نجات دادی، واقعا بهت مدیونم. خواهش میکنم، وظیفه‌ام بود. راستش خوشحالم شدم، آدم باید یکم حیا داشته باشه.
ای بابا تویی؟ آخه برای چی اینطوری در میزنی؟ ترسیدم. را بیفت بریم. کجا بریم؟ محل کار حیات. محل کار حیات چی کار داری؟ باباش گفت دختر، گفت قبل از اینکه برگردی برو محل کارشو ببین. گفت برو با چشای خودت ببین کجا کار میکنه، بعد برگرد شهرمون. باشه، من برم آمادشم بیام. همینجوری لباسات خوبه دیگه. هوا چطوره؟ خوبه خوبه. زود کیفتو بردار ببین. موهام چطوره ها؟ خوبه، زود باش. خوبه باشه. اجازه است؟ هرچند دیگه خودم اومدم. افتخار دیدن شما تو سارتو به چه چیزی مدیونیم دروک خان؟ حتی اگه اینجا برو بیام نداشته باشیم، بالاخره اینجا محل کارمونه دیگه بابا. خوبه که اینو فهمیدی. اینجور که معلومه امروز اصلا حوصله نداری، ولی تو اینقدر روز خوبی داری که با کارکنان شرکت گرم میگیری. با کی؟ منظورت سوناست؟ هنوز رابطتون به جایی نرسیده که بدونی خودش رو سر حیات صداش کنن. ببینم تو حسودیت شده؟ البته که نه، زندگی خصوصیتون به خودتون مربوط میشه، ولی درست نیست که با کارکنان شرکت رابطه نزدیکی داشته. هیچ رابطه بین ما نیست داداش، اگه بود مطمئن باش بهت میگفتم. بعدشم من مثل تو نیستم داداش. مگه من چیزی رو از تو مخفی کردم؟ این دیگه از کجا در اومد؟ از اونجایی در اومده که شنیدم میخوای سارتو به یه شرکت و برند خاص تبدیل کنی. همونطور که گفتم از تو چیزی رو مخفی نمی‌کنم. اگه خودت میومدی تو جلسه همه چی رو میفهمی. باشه حالا هرچی، بی خیال. من که چیزی نگفتم، فقط یکم کنجکاو شدم. بگذاریم، من برم یه سر باید به بابا بزنم. باشه داداش، میبینمت. راستی دروک، از رو کنجکاوی میپرسم، این قضیه شرکت رو از کجا فهمیدی؟ آخه بابا هم از این قضیه خبر نداره. از کلاغا شنیدم. سونا پکتاش، دنبال چی هستی؟ منم دنبال تو میگشتم. برای چی؟ برای اینکه حد و حدود تو بهت بفهمونم، برای اینکه بگم خوب بودن تو رو باور نمی کنم. چی داری میگی؟ دارم میگم از مراد دور باش عزیزم. آقا مراد فقط رئیس منه و از منم خیلی دوره. اصلا تو کی هستی که با من اینجوری حرف میزنی؟ میبینم که به پارتیت مینازی و حاضر جوابی میکنی، ولی اینا برای من مهم نیست عزیزم. مراد تو مشت منه، اگه کاری نکنم که تو از اینجا نری اسمم چیدم نیست. البته میدونم در کشور سخته، اما من به فکر نون در آوردنم، به فکر چیز دیگه این نیستم. به کسی نزدیک نیستم که بخوام ازش دور بشم، به فکر کارمم، کار. حتی به تو هم همین پیشنهادو میکنم.
ببین اینجا چقدر بزرگه، از کجا بپرسیم چجوری پیداش کنیم؟ بیا از این میپرسیم. بفرمایید. سلام، روز بخیر دختر. روز شما هم بخیر. ما دنبال حیات اوزون میگردیم. کدوم قسمت کار میکنن؟ منشی مدیر عاملن. با حیات اوزون کار دارن. حیات اوزون منشی مدیر عاملن. مطمئنین؟ باشه. کسی به اسم حیات اوزون اینجا کار نمی کنه. ای نه، سب کن. چیزه، میشه یه بار دیگه؟ نه نمیشه. چیزه، منشی مدیر عامله ها. آره واقعا اونطوری که فکر میکنی نیست. اجازه بدین توضیح بدم. چیزی که باید بشنوم و شنید. اما شما قبلش رو از قبلش هم خبر دارم. نمیدونم به شما چی گفتن، اما حس میکنم یکی منو بازی داده. یه بارم بذارین من توضیح بدم. بهتره چیزایی که شنیدم و ول کنیم و در مورد چیزایی که دیدم حرف بزنیم. من همچین کاری نکردم. اگه به دوستی بابا همون دلت خوش، سخت در اشتباهی. این شما این که سخت در اشتباهین، اونم از اولش. نمیدونم تا امروز با چه تیپ آدمایی سر و کله زدین. اگرچه با یه نگاه به اطرافیانتون حد زدنش خیلی هم سخت نیست، اما همینقدر بدونین که من آدمی نیستم که شما فکر میکنین. خبرچینی هم دوست ندارم. کجا؟ هنوز حرفم تموم نشده. برای من تموم شده. میتونین تو محیط کار هر کاری ازم بخواین و بهم دستور بدین و حتی بهم فشار بیارین، حتی میتونین اذیتم کنین، ولی نمیتونین منو به بی شخصیتی متهم کنین. آقا مراد، اینجا رئیس منم، برای همین از تو نمیپرسم چی کار کنم یا نکنم. بذار یه چیزی رو بهت بگم. اینجا قمارخونه نیست. ما هم بازی نمی کنیم. اگه می کردیم من آخرین نفریم که بلوف می زنم. من بلوف نمی زنم. خب پدرتون از این تصمیم اطلاع دارن؟ شما دارین منو تهدید می کنی؟ نه، فقط کنجکاوم بدونم. می خوام بدونم دلیل استعفاتون رو چطور می خواییم به پدرتون بگی؟ واقعیت رو می گم. این سوالو از خودتون بپرسین که وقتی همه چی روشن شد چی میخواین به پدرتون بگین؟ چون من بیگناهم. معلوم از کجانه؟ حالا که با خودت نمیبریش حداقل رو سایلنت بذارش. حالا کی بود انقدر زنگ زد؟ چون من منشی خصوصیت نیستم به تلفنت نگاه نکردم، ببخشید. چی؟ 9 تا میسکال دارم؟ یا جواب بده یا سایلنتش کن. بله مامان. دختر تو کجایی؟ کجایی؟ کجاست ها؟
کجاست این دختره؟ چرا تلفنشو جواب نمیده؟ چرا جواب نمیده؟ سر کارم دیگه خاله فهیمه، کجا باشه؟ آره رو رو نگاه کن. پس الان ما هم سر کاریم. آخر از دست اینو سکته میکنم. آخرش این پدر و دختر منو میکشن. نفهمیدم سر کدوم کاری؟ چی میگه؟ میگه سر کدوم کاری؟ بده ببینم. سر کار تو ایم دخترم. معلوم هست تو کجایی؟ ها؟ کجایی تو؟ کجا؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ چی میگه؟ ها؟ میگه ما اینجا چی کار داریم؟ بگو اومدیم دستور پخت دلمه بگیریم. دخترم ببین، اون خانم منشیه به ما گفت که تو اینجا کار نمیکنی. تو هر روز صبح به من میگی دارم میرم سر کار و از خونه میری بیرون. حالا به من بگو ببینم، الان من به بابا چی بگم؟ ها؟ من به بابا چی بگم؟ چی بگم؟ اوف اینا ببین، من این خوشگلو میخوام دروک، دیگه تمومه، مال خودمه. باشه بابا، واقعا سلیقت عالیه. میبینی تو رو خدا چقدر خوشگله؟ بدنش بی عیب و نقصه، اندازش عالیه. 16 متر، 2 عرشه داره، 30 مایل در ساعت میره، محرکه اثاریه. جزیره سیشل منتظر ما باش که داریم میای. عجب، منم همش با خودم میگفتم به کی رفتم. خب حالا مامانم از این خوشگلی که قراره وارد زندگیت بشه خبر داره؟ نه، میخوام سورپرایزش کنم. بابا میدونی که اگه مامان قبول نکرد من هستم. مگه چقدر میخوام زندگی کنیم بابا؟ بی خیال همه چی، بریم کل دنیا رو بگردیم، بعدش کلی اشغال کنیم. آه، همین الان ذکر خیرت بود. بیا اینجا یه چیزی بهت نشون بدم. بیا. فکر کنم داداشم باز رفته رو دنده ترمیناتور، معلومه که بازم یه چیزی شده. بابا من بهت گفته بودم، گفتم منو درگیر نکن، بهت گفتم از این دختر چیزی در نمیاد. چه دختری؟ کدوم دختر؟ دختر آقا کمال، حیات، سونا، حالا هر چی که هست. استفاده داد. ماما این کارا چه معنی داره حیات؟ ها؟ چه معنی داره دخترم؟ معنی خاصی نداره مامان جون، چون تازه اومدم اینجا هنوز اسممو نمیدونن. وقتی منشی گفت که این اسم نیست، یه دفعه خون به مغزمون نرسید. تازه چرا تلفنتو جواب نمیدادی؟ ها؟ چرا وقتی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ کار میکردم مادر جون، کار میکردم. رئیسم منو صدا زد رفتم اتاقش، باید میگفتم مادرم داره زنگ میزنه، صبر کنی؟ بعدش هم اگه من اینجا کار نمیکنم پس تو این ساختمون چیکار دارم؟ کن، تعریف کن ببینم چی شده، موضوع چیه؟ همین، مشکلمون همینه. خانم کوچولویی که تا به امروز جز درد سرکاری بلد نبود استعفا داده. خیلی خوب، ولی چرا؟ میشه حد زد چرا؟ حتما داداشم یه کاری کرده که دختره بیچارم چاره جز استعفا نداشته. راست میگه مراد، من با اونم مثل بقیه رفتار کردم. دروک مثل همیشه داره بزرگش میکنه. بچه همیشه تو شرایط عادی به تصمیماتتون تو محیط کار احترام میذارم، ولی این دفعه
موضوع یکم فرق داره. باید به من بگی که چه اتفاقی افتاده. خدا زیادش کنه طوفان خانم جان. حالا که قهوه‌تون رو خوردین من بدرقه‌تون میکنم. گنجوشک چه عجله ایه، نشستیم داریم درد دل میکنیم. توبا عزیزم، توبا یانیک اوغلو، طراح معروف. من نمیگم و همه دنیا میگن، وگرنه من اصلا دوست ندارم از خودم تعریف کنم. آفرین آفرین، ماشاءالله به خودتون و دخترتون. چه دختر با اعتماد به نفس و با سلیقه و خوب و خانومی بزرگ کردین. استغفرالله تومان خانم جان. توبا مادر جان، توبا. زود باشین دیگه، من بدرقتون میکنم، ما برگردیم سر کار. امینه دخترت راست میگه، نمیشه که مزاحم کار یه خانم معروف و مشهور بشین دیگه. از آشناییتون خیلی خوشبختم دومان خانم جان. دومانم بد نیست. توبا عزیزم، توبا، منم همینطور. نگران نباشه، این دخترتون جاش امنه. بریم به سلامت. شب میبینم اتون. بازم پیش ما بیاییم. خب الان اصل قضیه رو برام تعریف کن. اون خانما کی بودن؟ تو کی هستی؟ منظورتون چیه؟ سری قبل پشت تلفن گفتی که مادرت فوت کرده، فهمیدی؟ دوباره میپرسم، اون خانوما کی بودن و تو کی هستی؟ کم درد سر داشتم، تو با خانومم منو گیر انداخت. خدای نکرده با کی داشتی چی کار میکردی که گیر افتادی ها؟ خودت چی فکر میکنی؟ میگم مامانم و خاله فهیمه بیخبر اومده بودن. خیلی خوب بابا، جزئیاتو ول کن، بهم نتیجه رو بگو. امروز چند تا گل خوردی حیات جون؟ رئیس منو به خبرچینی متهم کرد، منم استفاده دادم. علاوه وقتی تو با خانم گفت این خانوما کیان، مامانم گفت که من دخترشم. خب باید چی میگفت؟ در اصل مهم اینه که حیات چی گفته، نه خاله امینه. عزیزم وقتی مادرت اونجوری گفت تو که به راحتی قبول نکردی ها؟ درسته؟ بگو که نکردی. نه اون کارو نکردم، کار دیگه ای کردم. امینه خانوم، همون خانومی که خودش رو مادرم معرفی کرد، خدمتکار خونمونه. آها. خب نگفت چرا مثل مادرت رفتار میکنه؟ چون که ایشون توی حادثه دردناک دوتا بچهش رو یه جا از دست داده. خب خب نگفت به موضوع ما چه ربطی داره؟ بعد از اون تعادل روحیش رو از دست داد. این قضیه باعث شد یه جور مشکل روانی پیدا کنه. منو گذاشته جای بچه هاش که مردن. ما هم نمیخوایم این وضعیت خراب شه. منم دلم برای زن بیچاره سوخت. اتفاقا تو با خانومم همینو گفت. یعنی باور کرد؟ آره بیش از حد. خدا. ای بابا تو با خانم اینجوری نکنین، خودتون رو ناراحت نکنین. یه اتفاقیه که افتاده، تموم شده دیگه. تعمل داستانه تراژدی ها ندارم. زن بیچاره، ای خدا، گناه داشتم. ای خدا. ها چه عجب، همین چه دارم دنبالت میگردم. من استفاده دادم چولی خانم. فرقی نمی کنه، تو اتاق آقای نجات منتظرتن. کیا؟ آقا مراد و پدرشون. بچه الان این حرفا رو به عنوان رئیس بزرگ نه، بلکه به عنوان بابای تو و دوست بابای تو میگم.
برای من تعریف کنین ببینم چی شده. مراد. اول خانوما. سونا. شما یه پسری دارین که فقط وقتی گیر میکنه یادش میفته مؤدب باشه. با کسی که لیاقتشو داره مؤدبم. با آقا مراد کاملا موافقم، ولی در این مورد براشون احترام قائل نیستم، چون موضوع رو شخصی برداشت میکنن. هیچ موضوعی در مورد حیات خانم شخصی برداشت نمیکنم. ارتباط بین ما کاملا یه ارتباط کاریه، یعنی بود. ببخشید. باشه کافیه. حالا که گفتم به عنوان باباتون روبروتون نشستم، منظورم این نبود که مثل کلاس اول یا جلوم وایسین و جر رو بس کنی. فقط میخوام یه چیز رو بدونم، تو چرا استعفا دادی دخترم؟ اینو بهتره پدرتون توضیح بده. مراد خودش اشتباهش رو فهمیده و استعفا داده. نمیخوام توضیح بدم که جلوی شما خجالت بکشه. به نظرت اگه توضیح بدی کدوممون خجالت میکشه؟ توضیح بدین من خودم تصمیم میگیرم. من در این مورد حرفی ندارم که بزنم، آخه دور از ادبه. منم هیچ حرفی ندارم، ایشونو با وجدانشون تنها میذارم. لطفاً اصرار نکنین. به خاطر فرصتی که بهم دادین و بابت همه چی ممنونم. فقط ازتون یه خواهشی دارم. چیه دخترم؟ میخوام خودم اینو به بابام توضیح بدم، اگه میشه لطفاً بین خودمون بمونه. البته دخترم، البته، درستش هم همینه. خدا نگهدار آقا نجات. اما خداحافظ دخترم، خداحافظ. خب حالا راضی شدی؟ من کاری نکردم بابا، اونه که آداب و اصول کار بلد نیست. مراد میونه من و دوست چندین سالمو خراب نکن. هر کاری میتونی بکن، اما این قضیه رو حل کن. مسئله اونجور که شما فکر میکنین نیست، دیگه جای بحثم نداره، لطفاً. چرا به بابام نگفتی به چه اتهامی اخراجت کردم؟ خجالت کشیدی؟ شما چرا نگفتی؟ نکنه شک داری؟ شما بفرمایین، راه طولانی در انتظارتونه. بله، حالا چطور عزیزم؟ بدتر از قبلم. چرا؟ چی شده؟ کیفمو برداشتم اومدم بیرون، ولی همینجوری جلوی محل کارم وایستادم. یه جوری هم حس عجیبی دارم، واقعا مغزم دیگه کار نمی کنه. دلم گرفته، یه حس و حال مسخره‌ای دارم، نمیدونم چی کار کنم. فوراً سواره یه مینیبوس میشی و میای پیش خودم، میشینی با هم یه فکری میکنی. نمیدونم چرا اصلا دلم نمیخواد از جام بلند شم. اگه ولم کنی همینجا میشینم. ولی ولت نمیکنم. زود باش دوست خوشگلم، زود پاشو بیا پیش من تا اینجوری منم نگرانت نشم. باشه؟ بله کرم، تو اتاقم هم بیا حرف بزنیم.
یعنی چی نمیشه؟ عجب، تو کجایی؟ باشه، منتظر باش، الان میام. نمیتونم بگم که امروز چقدر خوشحالم. فریده، قسم میخورم اگه یکم دیگه تکون بخوری این سوزنو میکنم تو استخونت، چون که گوشتم نداری. طاقت ندارم، الان تعریف میکنم. خیلی شارژم توبا. مراد بالاخره چهره واقعی اون دختر حیات رو کرد. با گوشای خودش شنید که دختره چطور به من بیادبی کرد. باور نمی کنم، اصلا بهش نمی اومد همچین دختری باشه. البته یکم هم کار خودم بود، پرش کردم، آتیشش رو زیاد کردم، بهش گفتم بیخیال مراد شو، کلی تحقیرش کردم. خب باید میدیدی چطور قاطی کرد. بعدش دیدم مراد اومد، ولی اون نفهمید و همین جور داشت بهم بی احترامی میکرد. منم همون جوری مثل بچه های مظلوم بهش نگاه کردم، لبامو جمع کردم و بغض کردم. اگه میدیدی دلت به حالم میسوخت. مرادم فوراً دختره رو صدا کرد تو اتاقش تا حالش رو بگیره. پس واسه همین اینقدر سر حال شدی؟ آره، تونستی گولش بزنی، خیلی باهوشه، به تبریک میگم. آره، فکرم برای این کارا خیلی خوب کار میکنه. آره، آفرین، یه دختری معصوم از کار بیکار کردی. منم هی به خودم میگم چرا حیات به خودی استفاده داد. چی؟ چی؟ حیات استفاده داده؟ هی بچه ها، همه یه چیپس فرقه ای مهمون من. خب تعریف کن ببینم چی شده. والا هر چی بگم دروغ میشه. یعنی چی؟ مگه چند لحظه پیش زنگ نزدی گفتی باید با هم حرف بزنیم؟ گفتم مگه نه؟ گفت، ولی منظورش کردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حرکت کن داداش، حرکت کن، زود باش. مگه میشه؟ انگار داریم آدم ربایی میکنی. خب داریم میدوزیمش دیگه. خیلی خوبه مگه نه؟ یه نفر بهم بگه اینجا چه خبره. کرمو از جاب در کردم، تو هم دارم میبرم نهار بخوریم داداش. زود باش دیگه پسر، حرکت کن وگرنه خودم میام میشینم پشت. نه زود باش، حرکت کن. بهم گفت یه دنده و گستاخی، نتونستم نقشه چیدمو بهش بگم، نه موضوع کمک به دروکو، همینطور هاج و واج مونده. خب نمیفهمن عزیزم، مرد جماعت همشون همینطورین، درختن، مثل چوب میمونن، سطح هوشیشون هم تو همون 5 سالگی گیر کرده. عزیزم نگران نباشین، با شما نیستن، داره برای خودش حرف میزنه، شما داروتونو بخوری. آی حیات چون مراقب باش مریضمون زیاد تکون نخوره، چون 9 تا شکستگی کوچیک و 3 تا بزرگ داره، جمعا 12 تا شکستگی داره. آه ببخشین، ولی بعد شما میدونین چی بیشتر از همه عصبانیم کرد؟ این که منو به خبرچینی متهم کرد، حتی یه لحظه هم نمیتونستم بمونم. خواهش میکنم نگاه کنین، اصلا قیافه من به خبرچینا میخوره؟ نه معلومه که نه. حیات، این بابای قلابی تو مگه دوست رئیس بزرگ نیست؟ ها چرا همه چی به اون نگفتی؟ ما رو دعوت کرد که بریم پیشش تا اصل قضیه رو بفهمه، ولی ما چیزی نگفتیم. حتی تلاش کرد منو پشیمون کنه، اما قبول نکردم. خب عزیزم تو چرا اینجوری هستی؟ چرا لچ میکنی؟ بعد میگم حالا که فرصتش بود باید همه چی به طرف میگفت، درست نمیگم ها؟ گفتم انسانیت به خرج بدم، ندونست قضاوت کرده و حکم داده، بالاخره همه چی روشن میشه، بذار از خجالت بمیره، همین کافیه. دختر این چیز رو بیخیال، تو این دور زمانی چیزی به اسم انسانیت نمونده، تو که فرصتشو داشتی. خیلی شیک پتی اون روانی جلوی باباش میریختی رو آب. انقدر به این دختر گیر نده، نفسش تونتون میزنه، رنگش هم که کلا پریده. تو بیخیال شو عزیزم، بهش فکر نکن، تو کار درستی کردی، تو بزرگواری کردی، یه کار دیگه برات پیدا میکنی. چیزی نشده که. اصل کار پیدا کردن که مشکل نیست، قلبم شکسته، غرورم جریحه دار شده، اونو چی کار کنیم؟ اصلا نمیدونم. عشق لفتن انلمان.